عافیت دارین، طبیعت شما خوبه؟ تشکر لطف شما. اگر اجازه شما باشه که چند لحظه در خدمتتون باشم. بفرمایید. صفا آوردین، خوش آمدید، بفرمایید. قربان شما. هفته که گذشت برنامه داشتید، بسیار برنامه خوب و حالا دیدنی. زنده باشم. در برنامه شما یک انگشت انتقاد دارم که بفرمایید. فردو دیدم لعب درانی بالای ما یک تومت بسته و بسفت یک دایرکتر فیلم و مسئول اوارشوی که ریاض بیدار گرفته بود و دو جنرال دایرکتر دادم. بله. اگر اجازه بتیم که ما همین تومتی که بالای بستن نمیده تقبیه کنم. بفرمایید. تشکر از لطف شما و تشکر از بینیداغ وقتشون میگیرم و تشکر از آقای سپاس میکنم با برنامه بسیار زیبا و والایشان. ما با اجازه از هموطنهای عزیز خود افایت آغاز میکنم که هفته قبل محمد لال درانی بالای بنده تومت برد که ما از دکتر غیاث بیدار یعنی که معذرت خواستیم. هموطنهای عزیز، ما به صراحت میگم ما از دکتر غیاث بیدار از کاری که کده و از خیانتی که در سینما موجب نموده و ورشوی تقلبی را گرفتن ما هیچ وقت معذرت نخواستیم و معذرت نمیخوایم. مگر باید به لال درانی بگویم که شخصیت بسیار هنری است، دوستش دارم، آدم بسیار خوب است، آدم پرنفوس است. چنین اشخاص به خاطر که ارزشمندی های سینمای ما را شخص زیر پا میکنن، چنین آدم ها باید برای اونا خود بینی خمیدی نسازن. خیانت است. وقتی که خیانت صورت میگه واقعا همه میبینه خیانت صورت گرفته. امروز یک هنرمند خوشی نداره، اما کسی که اوار گرفته حتی پس تو آمده که من چرا تو یک خیانت بزرگ در یک اوار شو صورت گرفته. حتی مثل ما او را از اواردهای خود تیرسته، مثل که ما اوار دکتر غیاث بیدار بالای منش ماندم، دیگرها هم دمی فضا رسیدن که از اوار خود تیر شدن. یعنی که یک اوار شو آنقدر ارزش خود از دست داد، آنقدر برملا شد و آنقدر افشا شد خیانت هایی که یه وارشو گرفته که دامنش تلویزیون های کابل گرفته، ریاست افغان فلم گرفته، حتی از طرف محترم انجینر طبلتی تقبیه شده و از طرف محترم صدیق برمر و از طرف محترم جلال پیروز و کلی کارکن دایرکترهایی که دایرکترهای سرشناس هستند، این عمل تقبیه شده و این وارشو خاصیت خدا، محبوبیت خدا و آنچه که از آوارشو نام داره یه از دست داره. دقیقی مثل یک میوه گنده واره شده که اگر روز کسی در یوتیوب ببینه یا در فیسبوک ها ببینه یا از طریق تلویزیون نشر شده، یه آوارشو دیگه از آوارشوی تقلبی معرفی شده. و دکتر صاحب غیاث بیدار، من نمیفهم چرا اصرار میکنه برای یه آوارشویی که اما رازاش افشا شده و اما گندگیاش از این بباد افشا شده میره و آنچه که شخصیت خودش دوان سینما محبوب بوده شخصیت خود زیر پا میکنه و عرف آوارشو را زمین قطع میکنیم. یک جمله دیگر هم بسیار زنیم درد کرد که آقای دکتر غیاث بیدار رو فیلم دکتر افغان داره پر فیلم نیست. بله آقای دکتر غیاث بیدار، گفت شما بسیار منطقی هستد. در این 5 سال فیلم دکتر افغان که افتخاری ها استخاراتش نصیب شده دارو پرفن نبود. مگم همی گفت از این طور نمیدونه بسیار خوب بود به خاطر که در اون فیلم فامیل های بسیار با شخصیت کار کرده، فامیل فخری صاحب کار کرده و فامیل سنا تبسان که هنرمند بسیار محبوب است، فامیل بسیار بلند است و شخصیت دیگر را تبیین نمی کنید. چرا که این فیلم دختر افغان دارو پرفن نیست، یعنی که آدم هایی که در این فیلم کار نکرده دارو پر آدم ها نیست. فامیل لال درانی کار کرده، کل یه سن میشناسه شد. نباید آدم یک دکتر که خود دکتر معرفی میکنه گردارن خود باید بفهمد چرا کم گرد بزنه، چرا کم جمله را احاده کنه. نمیشه باید کلمه سر کوچه و سر بازار آدم یک فیلم باید دارو پر فیلمی و یه عقب به خود اول نمیدازین. چرا؟ به خاطر که از ما انتقاد کردیم، بالای خودتان انتقاد کردیم، درست با بالای برنامه انتقاد کردیم، با اعلانی که انتقاد کردیم، من منکرم نیستم و بازم میکنم، با مولا انتقاد میکنم. مگر وقتی که انتقاد میکنیم شما
دشمنی تا با اونر نگی به خاطر یک پرویسر یک اوارشو بودی و این فیلم در اوارشو از اینا کاندید بود. وقتی که فیلم در اوارشو یک کاندید نمیشه پرویسر برنامه به حق ندارم مقابل صفحه تلویزیون بیشن و با این عربوه که فیلم دختر افغان دارم پرن فیلم نبود. بله آره بیندای ما، دوستای ما، هنرمندای ما، سینماگرای ما میفهمند که فیلم آی مادر به چینا و تبیین شد و فیلم شکست قلبا به چی تبیین بزرگ شد که ایت حتا در کتگوری گرفتن شد به خاطر که چومین پوری بیسر بوده اونجا که برملا در پرده تلویزیون می یک فیلم ای فیلم داره پر فیلم نیست. آیا پوری بیسر برنامه توار شور گرفته رسما چونین حق داره که فیلم ها را به این حد تخریب کنه؟ آیا گپ زدن بسیار مهم است؟ من لباس پوشیدن بسیار آسان. دکتر صاحب آقای بیدار شما مسئولیت اوارشو رو وقتی که به توش داشتین شما در پرده تلویزیون نباید چونین گپ رو میدادین کی فیلم داره پر فیلم نیست. کی فیلم اگه من اختیار داشته باشم من حتی کسیتایش میخرم خدا کنم که پول پیدا کنید که متکس و اوتر که درست معامله کنید که دولت جرمنی او حرفاره کنار میگذاریم، ولی فکر میکنم که شاید توان اشتباه شده باشه، چون همو صحبت هایی که شده شاید اشتباه کرده باشن، ولی فیلم خوب است. هر فیلم را که هر افغان ما شما ایجاد میکنن آماده میسازن یک کار هنری است و بدیده قدر ما شما مینگریم و فکر کنم مسئله و قدر سرش باید نپیچیم. به نظر من گفت بسیار منطقی است. دنیا جان برنامه شما برنامه است امروز در هر خانه تنین انداخته و تصویر هر خانه است. باید برنامه که به این سطح قلبها را تسخیر کرده نباید آدم های از این برنامه سوء استفاده کنه و بشینن در پرده تلویزیون و سر آدمی که اقلا چهار سبا در چوکات اونر کار کرده دروغ و تومت ببندن مثل لعل درانی واره که ما معذرت نخواستیم. باید لعل درانی از مردم معذرت بخواین، از سینماگرا معذرت بخواین، از برنامه شما معذرت بخواین که چطوری برنامه را چی دشمنی داشت با برنامه شما که هویت برنامه شما را چنین آدم ها ضعیف میسازه. داره که هیچ جایی نمیره، گل خوش در دیوار نمیشسته. برنامه شما قدسیت خود پیش مردم داره، شرافت شما پیش مردم والایت خود داره. شما یک دختر هستین که امروز از هیچ مکتب استفاده نکنیم مگه یک گوینده محبوب کشور ما شدین. برنامه کلام افتخار است. مگه این جای بدبختی است که یک آدم بزرگ میاد خود میدازه و تومت بسته میکنه و یک برنامه را کمک ضربه میزنه. از کدام سوال خاص خود داشته باشی من در اختیارت هستم. بازم امیدوار هستم که از اون هنرمندای محبوب سینمای ما که با چنین اوارشوی تقلبی که روبرو شدن آرام نشینن و این اوارشو محبوبیت چندان خونه داشت مگم در دلا هم جای نگرفته، چرا که امروز سبا وزارت اطلاعات فرهنگ ریاست میدادی تلویزیون ریاست افغان فیلم فقراحت بالاش تصمیم میگیره، حرفا بسیار بالا رفته که قرار نمیشیند با چنین اوارشوی تقلبی ایس نماگر دلخوش یا دستخوش چنین انسان ها نمیشن. گفتین اطلاعات فرهنگ و کلتور سرش تصمیم میگیرن، آیا تصمیم گرنده از او ای دفعه اونا نبودن یا چطور؟ تمری که شما دنیای نازنین خبر دارین که اوارشو وقتی که از طرف دکتر غیاث بیدار و همکاری دایرکتر بسیار خوب و آرنجان شرارت که مسئولیت تکنیک دایرکتر گرفته بوده و من به صفت جنرال دایرکتر برنامه بودم. بله گفتم این اوارشو با سمگیری بسیار رسمی وزارت اطلاعات فرهنگ بود و ریاست افغان فیلم و رادیو تلویزیون کنا هیئت‌های داوری را اونا انتخاب کرده بودن. من بدبختانه تا جایی که ما ادلاع یافتند که به سفارت جرمنی خبر داده شده که سه نفر از اونا نگهن به خاطر که ویزه پاسپورت افغانی داشتن و مسئول برنامه که غیاث بیدار بودی مسئولیت را به دوش خود نگرفته بودن و این سه داور وقتی که نمیاید دو داور سه داور دیگه میاید دو داور از دنیای سینما هیچ خبر نمیداشت که آقای قادر تایلی میباشه و محترم
منظور رئیس عمومی رادیو تلویزیون باشه که اینا از فیلمای افغانی که در 10 سال ساخته شده هیچ خبر نداشتن، هیچ آگاهی نداشتن چی گپ هستن. بعدم در حد داوری آمدن محترم واحد نظری تنها میمانه و به خاطر که اونا مجبور میشن که تقریبا 400 نفر در پشت دروازه استاد میباشه و با عجله و دست و پاچگی و آم و تام که حتی میبینید وقتی که آقای واحد نظری گپ میزنن حتی راستن برای سخنرانی مقابل اودیان اونا مجبور میشن یک چیزا که تیار کنن و وقتا داله که به علاوه مسلک سینما علاوه اوانشو خود شما هم اوانشوهایی داشتین و معلومات کافی دارین بس. این سر و صدا را خیستانه و حال وزارت اطلاعات فرند ریاست عمومی رادیو تلویزیون ریاست افغانستان محترم اینجیان تبلتی در مذاکره هستن که در چی نتیجه برسن که یه اوانشو را دهش اصلاحات یا بیارن یا اید نشد نشد بخاطر که یه اوانشو سر صداهای بسیار زیاد در مومن کابون انداخته و حتی به دفتر وزیر صاحب اطلاعات فرنگ کلگی ریختن و انتقادات خود کردن و امیدوار هستم که یک راه حل پیدا شد تا دیگر کسا چونین جرأت نامقدس را در سینمای افغانستان نکنن و سینمای افغانستان بازیچه بازیگران نیست. سینما مربوط ملت افغانستان است، این مال ملت افغانستان است، هنر مربوط شخص نیست، مربوط ملت است. حق قضاوت میکنه. چطور میشه که یک اوار شد در دست 2 سال یا 3 سال بست فیلم انتخاب کنه، بست دفتر انتخاب کنه، بست آرتیست انتخاب کنه و حتی کسایی که هیچ خود کاندید نکرده بود امروز سبا اصناف مبرای که اونا را اوار داده و هیچ خبر نداره، هیچ خود کاندید نکرده بودن. ببینید که این فقط یک میدان قمار باشه کرد که 2 شهر بشینه و ببره. بله. اگر امشال طلا به توکل و خدا به توکل شما دوستا و به توکل تلویزیونای نامدار کشور ما و شما و برنامه محبوب شما که در دلهای جان چند زده که همکاری کردین از شروع تا ختم یه وارشو و کتار افشا کردین، چی از دهن من بوده، چی از آقای دکتر جاس بیدار بوده و از دیگر دوستا بودن، صرف به گوش مردم در خاطر شما مسئولیتتان ادا کردین. شما در جایتان در تاریخ سینما ثبت هستید، اونایی که با سینما بازی کردن، با سینما روش خند زدن، با هنر روش خند زدن، هنرمندا رو تمسخر نمودن، اونا هم باید نام بد در تاریخ سینما شاید ذکر شوند و از این بدبختی ها شاید دیگر ها پند بگیرن. خب، انشالله راست میگید، هر کسی که در راستای هنر قدم میورداره خدا هم رایش باشه، موفقیت هم رایش باشه و ما هم رایش هستیم. تشکر. و دنیا قلب فقر از فرق خود دهی خط میکنه که ما سینمای ما بسیار غریب است. بله. آنها یک فیلم میسازن باور کنه شاید فیلمایشون بسیار نواقص داشته باشن، من هم از پول شخصی خود فیلم میسازن. خیره همت ما و شما بلند است. همت ما و شما بلند است، استعداد ما و شما بلند است. مگر چرا بعض اشخاص و افراد که آگاهی خوب هم دارن میدانم که می خیانت است و خودشان میفهم اذیتش میکنه، وجدان هم اذیتش میکنه که می خیانت شدن، دقیق بیساری ظلم شده، باز هم مقاومت میکنه به خاطر جیفه دنیا. مگر چقدر خوب است، چقدر رای انسانیت باز است، شیوه مردانگی باز است که آدم مذارت بخواه و مقابل مردم استاد شد. دوستان عزیز شما که خوش نیستین، راستی که تقلب صورت گرفته، راستی که حق تلفی شده، راستی که وقت تنگ بوده، من این گناه ما نیست، من مذارت میخوام شما مرا ببخشید. سال آینده شاید من وارچوی بگیرم که این نواقص نداشته باشه. این کار بسیار خوب است که آدم بسیار عجولانه یا بسیار بشرمانه یا بسیار بدبختانه مقاومت کنه و بگه که من یه اوشو را نشر میکنم. این بدبختی هست. من فکر میکنم این رای هنر نیست، این رای اخلاق و ادب و تربیه نیست. باید ما افغانا اقلا از خود گذشت داشته باشیم تا دیگران را دلش به دست خود بیاریم. اگر ما از خود گذشت نداشته باشیم دور ما کسی جمع نمیشه. من بازم از دوست سابقم ریاست بیدار این تقاضا را میکنم خود تکان بتا و فکر بیاره تا که همون هنرمندهایی که همه در دور جمع بودن خبرش میگرفتن، تلفن میکردن برایش و بسیار با حرمت نامش میگرفتن، دوستایشان بودن، رفیقایشان بودن و همون هنرمنده ها همی اوارشور همراهشان گرفتن، یک بار همون لحظات بیاد خود بیارن که اون لوروی اگر می اوارشور سوار و نشام شد این بدبختی دامن همه رو میگیرن، نه حیات
داوری ده. چرا که دنیای قند برنامه رو وقتی شو نگیدم، پرودیس یک گوارشوی سینمایی تا پرودیس یک فیلم فرق میکنه. وقتی که یک فیلم پرودیس میشد دیگه کلی مسئولیت دایرکتر داره در مقابل مردم که سوار جواب میده. پرودیس هم پیسه خود داده، مگم پرودیس یک گوارشوی سینمایی. اما بدبختی ها سر پرودیس هم میگه، میگه آقا توی برنامه رو گرفته بود یک ما خورده شده، حیات داوری میره دیگه، حیات داوری که در او رو کسی نمیبینه، میگه من نکنیم کسی داور دیگه داده، تو دیگه داده، تو من اون کسی که میمونه پرودوسر میمونه داور شوی سینمایی. خدا کنه قیاس بیدار این موضوع رو تحلیل کنه، پیش خود فکر کنه که اما بدبختی های اگه در آینده در تاریخ سینما دامنگیر خودش هست، نه دامنگیر حیات های داوری. یادم به فکر بره، به اوش بره، شخصیت خود زیر پای نکنه و همون نفره که بوده پس خود همون نفر بتازه، با یک کلمه گذشت دلها را آدم زود به دست میاده. بسیار خوب، تشکر از صحبتهایتان. آقای رویان، همیشه ما در برنامه ها در مجالس محافل یا صحبت ها همیشه سوال کردیم، امروز اولین بار است که پیشنهاد میکنم برتان، یک پیشنهاد کلیدی است. البته میگن از محبت خارها گل میشود، از محبت ترکه ها مل میشود، از محبت سنگ روغن می شود، بی محبت بو آهن می شود، از محبت مرده زنده می شود و از محبت مرده زنده می شود، از محبت شاه بنده می شود. و به می دلیل و به می سخن همینجا ختم می کنیم. یک آهنگ زیبایی را به خاطر شما و به خاطر دوستایتان و به خاطر همی محکمیت دوستیتان، پایدار بودن دوستیتان، یک آهنگ نشر میکنم. از شما تشکر یاد جان، از شعر مقبولتان حرفای ما چونین پیرامین همین شعر بوده. تشکر یاد جان، وقت خوش برتان، موفق باشین در راستای هنر و فرهنگ. تشکر لطف شما، تشکر از وقتی برمدادین. خدا حافظ، با امان خدا.